بله، بالاخره رأی‌گیری جنجالی فیفا برای انتخاب میزبان جام جهانی به پایان رسید و کشورهای روسیه و قطر به عنوان میزبان جام جهانی در سالهای 2018 و 2022 انتخاب شدند. روسیه و قطر برای نخستین باره که میزبان جام جهانی هستند و این بزرگترین رقابت ورزشی جهان را برگزار می‌کنند. همین انتخاب با واکنش‌های متفاوتی در سراسر جهان به وجود اومده و نظرات مثبت و منفی بسیاری در اون باره مطرح شده. امشب با آرش ادیب‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار ورزشی در پاریس هستیم تا درباره همین موضوع گفتگو کنیم. آرش ادیب‌زاده، بهت سلام می‌کنم و درود می‌فرستم. مرسی از اینکه در شهر پاریس با ما همراه هستی. روز بخیر بهنو جان، خیلی ممنون از شما که از من دعوت کردین. آرش، انتخاب میزبان‌های جام جهانی با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده که حالا به تدریج به اونها می‌پردازیم، اما اصلا پیش از این که این انتخاب‌ها صورت بگیره، خبرهای جنجالی بسیاری درباره خود فیفا مطرح شد. فساد، رشوه‌خواری، موابط پشت پرده و داستان‌های دیگه‌ای که به یه نوعی به شهرت و اعتبار این سازمان لطمه زد. نظر تو در این باره چیست؟ فیفا در حال حاضر در کجا قرار داره؟ بهنود جان، در وهله اول باید اشاره کنم به یک ضرب المثل فرانسوی که میگه تا زمانی که در واقع پول و مسائل مالی وجود داره، فساد مالی هم وجود داره، مگر اینکه لحاظ ژنتیکی انسان رو عوض کنن. خصوصا در یک سازمانی مثل فیفا که بودجهش، خودتون بهتر از من میدونین، از بسیاری از کشورها و دولتها بیشتره. خب این مسئله وجود داشته، نه تنها در فیفا، در کمیته بین‌المللی المپیک سالهاست که این مسائل وجود داشته. اگر خاطرتون باشه سال 2002 در سالت لیک سیتی المپیک زمستانی چقدر مسائل مشکلات و جنجال به وجود اومد، ولی هیچ مسئله بعدش در واقع باعث نشد که کمیته بین‌المللی المپیک خدشه‌دار بشه و مشکلی براش پیدا بشه. الان هم فیفا، بله، تمام این مسائل هست، ولی مسائل جدید نیست. مسائل الان از سال 98-99 سه نفر که جزو سران فیفا هستند، رئیس کنفدراسیون آمریکای لاتین، رئیس کنفدراسیون همچنین رئیس پاراگوئه و یکی دیگه، اینا از اون موقع در واقع، و آقای عیسی حیاتو که رئیس کنفدراسیون آفریقا هست و یکی از در واقع قدرتمندترین افراد فیفا هستش، الان 10 ساله که در جنجال فساد مالی در واقع هستند، ولی کماکان بر مقر قدرت قرار دارند. فکر نمی‌کنی با توجه به اینکه شاید به تایید کارشناسا و صاحب نظرها این جدی‌ترین بحرانی باشه که تا حالا فیفا با اون دست به گریبانه، زمان یک تحول اساسی، یک بازنگری در ساختار این سازمان جهانی فرا رسیده، موضع و دیدگاه سپ بلاتر در شرایط کنونی چیه؟ من فکر میکنم که این انتخابات در واقع پیروزی بزرگی بود برای سپ بلاتر. ایشون این رفرمی که صحبت میکنین، رفرم براش همین کاری بود که انجام داد. یعنی اومد با وجود تمام به هر حال این مسائل فساد مالی و گزارش هایی که رسانه های انگلیسی به چاپ رسوندن، کماکان ایده خودش رو به در واقع پیاده کرد و نشون داد که تمامی اعضای اصلی هیئت مدیره فیفا پشتش هستن و ازش حمایت میکنن. من فکر میکنم که سپ بلاتر با این مسئله رفرم، در واقع رفرم برای اون گشایش فوتبال بود به مکان جدیدی. یعنی ایشون اولین کسی بود که جام جهانی رو برد به آسیا، 2002 کره جنوبی و ژاپن، و بعدش در سال 2010 برد به قاره آفریقا، و الان هم ایشون افتخار میکنه که برای اولین بار برده به کشور شرق اروپا، روسیه، و همچنین خاورمیانه یعنی قطر. و موفقیت ایشون در این بودش که به هر حال تمامی هیئت مدیره از خواسته های اون پشتیبانی کردن، و میدونیم که بلاتر واقعا خواهان این بودش که به نوعی روسیه و قطر پیروز بشن. به جام جهانی 2018 بپردازیم و از کشور روسیه اسپوردی که میزبان این مسابقات خواهد بود، چه ویژگی ها و امتیازاتی داره روسیه برای میزبانی جام جهانی، و فکر میکنه که چرا فیفا این کشور رو برای میزبانی انتخاب کرد؟ بهنو جان، باید در وهله اول گفتش که در
در واقع کمیته بررسی میزبانی ها، کمیته بررسی در واقع پرونده نامزدها به روسیه بسیار نمره منفی داده بود و نمرش نسبت به بقیه بسیار بد بود، خصوصا به خاطر مسائل امنیتی و مسائل تأسیسات از لحاظ راهسازی و غیره. ولی از اون طرف با در نظر گرفت که برای فیفا بسیار مهم بودش که دولت ولادیمیر پوتین پشت این حمایت میکرد 100% از این نامزدی. براشون مهم بود به خاطر اینکه اونطور که دیدیم برای روسیه تونست بازی‌های المپیک زمستونی سوچی در 2014 هم به همین صورت کسب کنه، یعنی حمایت بیچون و چرای دولت و خصوصا هم در واقع قول کمک و حمایت مالی و خصوصا حمایت و کمک علاوه سیاسی و علاوه اون ثبات سیاسی. ببینید در نظر داشته باشین به طور مثال کسانی که با روسیه رقابت میکردن، مثلا نامزدی مشترک بلژیک و هلند، در وضعیت فعلی دولت بلژیک اصلا با مشکلاتی روبروه که اصلا معلوم نیست در سال 2018 هنوز بلژیکی وجود داشته باشه یا خیر. از اون طرف اسپانیا و پرتغال، اسپانیا و پرتغال الان درگیر مسئله بحران اقتصادی هستن و الان هر کدومشون با این مشکلات روبرو هستن. روسیه کسی بود الان ولادیمیر پوتین اومد گفتش که ما 500 میلیون دلار ببخشید معذرت میخوام نه 500 میلیون دلار بلکه 10 میلیارد دلار از 500 میلیارد دلار ذخیره طلایی رو که داریم در اختیار از امروز در اختیار ساختن ورزشگاه قرار میدیم. همچنین رومان آبراموویچ که میدونین رئیس باشگاه صاحب باشگاه چلسی هستش، ایشون هم 7 میلیارد دلار هزینه در واقع گفته کمک میکنه برای این مسابقات. برای فیفا خیلی مهم بود این مسئله، هم حمایت دولت و هم لحاظ منابع مالی. آرش به جام جهانی 2022 بپردازیم. در قطر شاید کمتر کسی فکر میکرد که این کشور به عنوان میزبان جام جهانی انتخاب بشه و این بازی ها به خاورمیانه بره. نظر تو در این باره چیز فکر میکنی که چه ویژگی ها و امتیازاتی داره قطر که انتخاب شده و اصلا این موضوع چه اهمیتی داره؟ بعد در ارتباط با قطر هم برمیگردیم باز به یکی از مسائلی که برای فیفا خیلی مهم بوده و اونم ثبات سیاسیه. به هر حال سبلاتر میدونه که در سال 2022 کماکان در قطر این ثبات سیاسی باقی خواهد موند و مشکلی پیش نخواهد اومد. ولی مسئله دیگه مسئله به هر حال منابع مالیه. سپلاتر دوست داشت که بتونه فوتبال رو به نقاط جدیدی ببره، به اماکن جدیدی ببره. قطر به هر حال و خاورمیانه براش یک جای جدیدیه، این از یک طرف. ولی از سوی دیگه باید در نظر گرفت که سپلاتر در 7 ماه دیگه در انتخابات ریاست فیفا شرکت میکنه و مایله که برای بار 4 بتونه به ریاست فیفا دست پیدا کنه. در این زمینه حمایت اعضای به هر حال فیفا که با خاورمیانه و آسیا در واقع همدست هستن براش خیلی مهم بود و خیلی فعالیت کرد برای اینکه قطر بتونه این جام جهانی رو به دست بیاره. همچنین مسئله فناوری ها هست. به گفته سپلاتر ساختن ورزشگاه های بسیار مدرنی که قطر قول داده، یعنی ورزشگاه هایی که در واقع با تأسیسات تهویه مطبوع هوا ساخته خواهند شد و تأسیساتی بسیار مدرن خواهند بود، این براش خیلی مهم بوده. یعنی فوتبال کمک میکنه که تکنولوژی پیشرفت کنه. از طرف دیگه هم قطر قول داده که این ورزشگاه رو در پایان مسابقات با نظارت فیفا به کشورهای آفریقایی که نیازمند هستند اهدا کنه و اونا رو در اونجا بازسازی و تأسیس کنه. برای همین نامزدی قطر به حال یک نامزدی بودش که از قبل اونم در زمینه خودش در سال 2022 در میان دیگر نامزدها بدترین نمره رو داشت علاوه کمیسیون ارزیابی، ولی در پایان پیروز شد با حمایت به حال بلاتر، ولی خصوصا حمایت افرادی مثل زیندین زیدان فوتبالیست فرانسوی که برای مدت 3 ماه حمایت از قطر 1 میلیون دلار پول گرفت.
آرش، من آخرین پرسشم رو مطرح میکنم، شاید حدود یه دقیقه و 30-40 ثانیه فرصت داشته باشیم. در حالی که قطر به عنوان میزبان جام جهانی انتخاب میشه، در فاصله نچندان دور کشور ایران حتی از میزبانی بازی‌های آسیایی هم محرومه و این روزها کمتر رقابت بین‌المللی در اونجا برگزار میشه. نظر تو در این وارد چیست؟ چگونه وضعیت سیاسی و ورزشی این دو کشور رو مقایسه میکنی؟ بنو جان، اولا باعث تأسفه و دوما در هر حال کارشناسا و متخصصین میدونن که هیچ بعید نیستش که اگر رویدادهای انقلاب در ایران به وجود نیامده بود، ایران بدون شک هم میزبان بازی‌های المپیک میتونست بشه، هم میزبان جام جهانی خیلی قبل از قطر و این جور کشورهای دیگه. باعث تأسفه، ولی خب در ایران با وضعیت ورزش زنان، با وضعیت مسائل به هر حال رفت آمد، با مسائل ساختاری و امکاناتی که وجود داره، به هیچ وجه ما بازی‌های حتی در سطح آسیا هم نمیتونیم میزبانیشو به خوبی برگزار کنیم و حتی کسب کنیم، چه برسه به بازی‌های بین‌المللی در حد جام جهانی، و باعث تأسفه واقعا. مرسی از آرش عریب‌زاده گرامی که در شهر پاریس با ما بودی. امیدوارم شب خوبی در انتظارت باشه. مرسی بنو جان. سپاس.